هر جای ایران که باشی ما هستیم، با چند کلیک ساده قیمت و واسط شکستیم، تو هزینه کم خرجیم، تو قبولی ول خرجیم، استادامون مرکن با بهترین فوت و فن. پس بیا تاملند. به نام خدا، سلام عرض میکنم خدمت شما داوطلبان عزیز و دوست داشتنی گروه آزمایشی علوم انسانی در مدرسه آنلاین تاملند. امیدوارم حال دل تک تکتون خوب باشه. یه جلسه دیگه از کلاس‌های دوره جامع سالانه اقتصاد رو در تاملند شروع میکنیم. یه عده زیادی هم احتمالاً که در طرح تاده تاملند ثبت نام کردن یا حالا در شرف ثبت نام هستن، این جلسه سر کلاس حاضرن. من یه توضیح بدم، چون بعضی ها احتمالا هنوز خوب توضیح نشدن. البته من هفته پیش مفصل سر کلاس هم چهارشنبه شب، یعنی همین زمان، برای بچه های اقتصاد، هم پنجشنبه عصر برای بچه هایی که تو کلاس روانشناسی هستن، خیلی هم مشترک بودن، دو بار شنیدن این توضیحاتو. یه پستی هم گذاشتیم، روی اون پست هم من توضیحات تکمیلی رو دادم، خیلی فشرده در حد 2 دقیقه که اگر ببینید خیلی از مسائل روشن میشه. اما برای اینکه دغدغه‌ای باقی نمونه، چون دیدم کامنت ها رو خوندم تا جایی که رسیدم و بعضی از عزیزانم تو این کلاس، به خصوص بچه های 12 همی، اونایی که اصطلاحاً پشت کنکوری هن، میخوان تا دیما هر جوری هست به کوب بخونن و برن کنکور بدن، که احتمالاً الان سر کلاس هم و خوشحالم هستن که خب اقتصاد روان هم تکلیفش روشن شده، قراره تا دیما جمع بشه، تا پایان دیما. اما اون عزیزانی که 12 همی هستین و چند تا حالا من کامنت دیدم، حالا شاید بعضی هم نخواستن اونجا چیزی بگن یا به من پیام دادن یا من تونستم جواب بدم یا نه، نگران اینن که خب آقای خاکسار کلاس‌های ما یکم زودتر داره تموم میشه، یعنی بی کیفیت میشه. نگین این حرفو، یعنی نه به تاملند خیلی میشینه این حرف، نه به آقای خاکسار که در جلوی شما ایستاده. اصلا قرار ما این نیست. ما دوره جامع سالانه داریم، بلا فاصله قرار طرح نیتروی نکته و تست برگزار کنیم. نه این کلاس سالانه و مفصل کیفیتش تغییری میکنه، نه اون دوره نیتروه قراره کنسل بشه، همه اینا سر جاشونه. ایشالله که همشون هم با بالاترین کیفیت چیزی که در توان من هست تقدیم حضورتون میشه. اما برای اینکه این نگرانی برطرف شه، من میرم پای تخته، میخوام بنویسم اصلا، حواسا به من باشه. بچه ها دقت کنید، امسال یک موقعیت خاصه، تو رو خدا اینو ضبط کنید اصلا، حالت میمونه دیگه روی پنل کاربری تو، میتونید هی برید نگاه کنید. اگه احیانا خانواده ها نگرانن، بگین بیان بشینن الان ببینن یا بعدن براشون پخش کنید. دقت کنید، تا سال قبل یه کنکور برگزار میشد تیر ماه، نه خیلی هم ما مقصرش نیستیم، ما که کاری نکردیم، اون بالا تصمیم میگیرن، ما سعی میکنیم خودمون رو با این تصمیمات بهترین شکل وفق بدیم. این یعنی باهوش بودن، هم شما هم ما سعی میکنیم باهوش باشیم، سریعتر با تغییرات خودمون رو سازگار کنیم. یه کنکور برگزار می‌شده توی تیر ماه. خب ما برای این کنکور می‌خواستیم آماده بشیم. استراتژی من دارم درباره کلاس خودم حرف می‌زنم. کلاسی که الان درباره اقتصاد دارم صحبت می‌کنم. یه تک کتاب سال دهم خوندیم، 12 هم نداریم. دیگه می‌دونید دیگه، همه الان کنکوری و قراره در سال 12 در کنار درس‌های 12 هم میگم قرار بود، مال گذشته است اینا، اقتصادم بخونیم. خب اقتصادو میخوندیم، کلاسو شروع میکردیم، از مرداد شروع میشد، اول مرداد. پارسال اینجوری بودا، میرید از دوستایی که تو تاملند بودن اگه دارین بپرسین، هفته اول شهریور تموم میکردیم کارو، یعنی ما یه استارت 5-6 هفته‌ای داشتیم، تموم میشد. یعنی ما الان باید کلاسو تعطیل میکردیم، میگفتیم بچه‌ها 3 هفته وقت دارید برید بخونید چیزایی که گفتیم، اونایی که جدید اومدن جلسه از دست دادن نگاه کنن، اول مهر برمیگرد. خب مهر ما برمیگشت،
پس یه بازه شهریور تقریبا کلاس نداشت. مهر ما برمیگشتیم شروع میکردیم تدریس تا اول دی. امتحانات ترم که شروع میشد اول دی ماه به بهانه اون امتحانا که خیلی هم جدی نبود، پارسال هم نبود، پیارسال هم نبود، امسال هم جدی نیست، ترم اول دیگه، اصلا امتحانا خیلیش داخلیه، ولی ما تعطیل میکردیم، میگفتیم خب دانش آموز میخواد بره امتحان دی بده کلاس ما نباشه، کل دی ماه تعطیل بودیم. بهمن میومدیم شروع میکردیم دوباره کارمونو، یعنی ما اصل زور رو توی پاییز میزدیم، بهمن شروع میکردیم، من همیشه 15-16 اسفند کارم تموم میشه، فقط هم دوره جامعه اقتصاد داشتیم، مثلا روان که امسال اولین سال، یعنی هنوز تازه امتحان قراره بشه، اقتصاد چون مفصل تر بود، روان فقط دوره جنبندی نکته و تست داشتیم، توی دوره فشرده جمعش میکردیم، اقتصاد همین بود. بنابراین یک ماه تابستون داشتیم، 3 ماه پاییز، 1.5 ماه زمستون، مثلا اینا رو ماهش هم جمع بزنین رو هم رفته میشه 5.5 ماه دوره جامعه سالانه اقتصاد. حالا امسال چی کار کردیم؟ ما هفته اول مرداد شروع کردیم، امشب تموم نمیشه کارمون، کارمون رو ادامه میدیم، یه بچه های طرح تاده اضافه میشن، پس قراره دوره امسال دوره جامعه سالانه همون که شروع شده بود، خب ما مثل شما نمیدونستیم قراره چه اتفاقی بیفته، که کارمون رو شروع کردیم و دوره تاده، دقت کنید این دوتا تجمیع شد، شد یک کلاس، همین کلاسی که الان سرش هستید، اینا رو من با هم تجمیع کردم. چرا؟ من درسم این اجازه رو میده بچه، من اقتصاد پایه دهم دارم، بنابراین لازم نیست که با خودم رو با 12 تطبیق بدم، که من که درسم امتحان نهایی نیست که، شما این کتاب رو نمرش رو گرفتید پاس شده رفته، نمره ای هم که گرفتید هیچ تأثیری قرار نیست تو کنکور امسال داشته باشه، شما امسال تأثیر معدلتون مال 12 خب اینو داشته باشه، 12 براتون حیاتی شده، 40% کنکورتون شده نمره های 12. خب من این تغییرات رو دارم میبینم، ما یعنی مجموعه تاملا این دوتا رو تجمیع کردیم به درخواست جمع زیادی از عزیزانی که میخواستن تو این کلاس لطف داشتن حاضر باشه، وگرنه ما بعد اون نمیومد، همون روال عادی بریم. اما میخوام بگم این کار بهتر شده الان. چرا؟ خب حالا تجمیع شده، یه دوره از ابتدای مرداد بودیم، همه تون بودین دیگه دوستان سر کلاس، حالا غیر از کسایی که تازه اضافه شدن، از ابتدای مرداد میریم تا هفته سوم شهریور، یعنی کلاس ما این هفته که هست هفته بعدم ادامه داره، هفته قبلم که بود. خب اینجا یه استوب میزنیم، یه تقریبا 10 روزی تعطیل میشیم، شمایی که سالانه بودید میرید شروع میکنید مرور کردن، بچه هایی که تادیان میمونن تو کلاس باید براشون جبرانی بذاریم، جلسات قبلی رو میتونن برن الان آفلاین هم ببینن ها، ولی ما نمیخوایم این کار کنیم، ما میخوایم کلاسمون زنده باشه، بچه جدید اومده حقشه که سر کلاس زنده حاضر باشه، هزینه کرده، من میمونم اینجا، یعنی امسال تعطیلی نمیخوام اصلا، بعد کنار بیایم با هم دیگه، منم برام اینجوری کار میکنم، من میمونم کلاس فشرده میذارم برای بچهای تاده، بچهای سالانه کارشونو کردن میرن یه 10 روزی استراحت که نمیکنید، تقویت میکنید چیزایی که خوندین رو، استحکام میدید، اونایی که تاده اضافه شدن اونا میمونن، ما کلاسمون رو باهاشون ادامه میدیم، یعنی یه سری جلسات فشرده جبرانی، جبران این یک ماه مرداد ماهی که نبودن، از مهر ماه همه با هم تو یه ساعت کارو میبریم جلو، قرار نیست دیگه دی ماه تعطیل بشه، یعنی جلسات دی ماهمون هم برگزار میکنیم، اصلا قرار نیست چیزی رو حذف کنیم ما، بخیر مگه بیماریم؟ کلاس ما همون کیفیت رو داره، ادامه پیدا میکنه. پس بازه دوم میشه بازه مهر تا پایان دی، وقت داریم. حالا من میدونم چیز تو ذهنتون ها، بچه های 12 الان میگن خب آقا ما تو دی ماه خواستیم امتحانات بریم، چند جلسه مگه تو دی ماه داریم؟ ما اصل کارمون رو تو پاییز جمع میکنیم، نه اینکه بخوایم چیزی رو تون تون بگیم، نه، اولا این کتاب عوض شده، شما نمیدونید ولی من میدونم این کتاب سبکتر شده، بنابراین نگران این نیستم که تایم کم بیارم. دوما ما کلاسامون 90 دقیقه است، فعلا رو اون چارچوب میریم جلو، وگه اگه احساس کنیم که یه جایی داریم عقب میافتیم، خب این 90 رو یه ذره بیشتر میکنیم دیگه، بعد از من که کسی کلاس نداره اینجا دیگه، ما میتونیم دوستانمون رو اذیت کنیم
نیم ساعت بیشتر بمونن که کلاسمون بشه 2 ساعت، نه اینکه کیفیتو کم کنیم. چرا این کارو کنیم؟ اگه شما نتیجتون ضعیف شه این به ضرر منه، من که نمی، من میخوام تو دیما یه نتیجه بگیریم همه بگن عجب کلاسیه. خب تموم میشه، این دوتا تجمیع شد. دوستانی که کنکوری ان خداحافظی میکنیم باهاشون، دیما میرن دیگه، ان شاءالله نتیجه خوبم میگیرن دیگه، هم لازم نیست تیر کنکور بدن. اگه لازم بود نتیجه‌ای که میخواستن نشد، به هر دلیلی آماده نبودن، آقا اقتصاده رو خوب زدم ایشالله ولی درسای دیگه هم خوب نیست، میخوام ادامه بدم برم کنکور در واقع تیر مارم شرکت کنم، ما هر سال کلاس نکته و تستمون بعد از عید آخر فروردین شروع میشده. دوستان تو رو خدا بیاین روی این دوری دقت کنید، سال پیش نکته تست من 29 فروردین شروع شده، تا آخر خرداد، تا دقیقا یادمه تا 30 خرداد ما هم ادامه داشت، 10 روز بعدش کنکور بود. وسط امتحانا کلاس داشتیم، بچه ها می اومدن آقا امروز ادبیات داشتیم، فردا امتحان دینی داریم، تو رو خدا کلاس رو یکم فشرده نکنید تو رو. خب این همین جوریش هم اشکال داشت ولی خب جا نداشتیم، ما کاری نمیتونستیم بکنیم. وقتی کلاس سالانه اسفند تموم شد یه ماه حداقل بعد فاصله میافتاد دیگه. امسال این ویژگی مثبت داریم، ما کی تموم کردیم؟ پایان دی ماه. شما بهمن ماه میرید، همه هر کسی که کنکور داده، آزمایشی داده یا نداده، بهمن ماه ذهنش از اقتصاد خالی، از کلاسش میشینه خودش میخونه، تلاشش رو میکنه، مرور میکنه هر چی هست. ما باید امسال نکته و تستمون رو زودتر شروع کنیم. خب من نمیتونستم تا اسفند صبر کنم سالانم تموم شه همون روز نکته و تست شروع کنم، خیلی مسخره بود. خود شما به من نمیخندیدین انصافا، این کارو نکردیم. یعنی این طرح باعث شد ما یه فکر جدید بکنیم، ما گفتیم تا آخر دی تموم میکنیم، بهمنو یه استراحت یه استاپ میدیم، بعد میشه دوره نیترو دیگه، یه دوره نیترو داریم. دوره نیترو دوره جمع‌بندیه و فشرده است، یعنی دیگه قرار نیست تمام مطالب رو بگیم یا با همون تفصیل، بعد که سریع شما هم آماده ترین، یه دور خوندی ان شاءالله سالانه رو اومدین جا افتادین، یه دوره نیترو داریم. قرار نیترو از اسفند شروع بشود، چون من درسم پایه است، من نمیتونم تو خرداد دانش آموز سر کلاسم نگه دارم. میگه آقا جمع کنید کلاسو، کلاس اقتصاد و روان پایه به چه درد امتحان 12 بچه من میخواد 12 امتحان بده. بعد قرار نیست فقط خرداد درس، شما اگه امتحان نهاییتون 40% کنکورتون باشه، انصافا از اردیبهشت میخواید برید تو فاز امتحان نهایی، قبول کنید امسال سال خاصیه، پس من باید سریع جلو فلاسمون جمع کنم. از اسفند شروع میکنیم تا ایشالله اواسط اردیبهشت داریم تازه روی این با کار میکنیم. بابا الکی نیست، ما به خدا اذیت داریم میشه، تا اواسط اردیبهشت با اقتصاد خداحافظی میکنیم، تموم شد. یه پکیج سالانه و تا دی با هم، یه پکیج نیترو. اگر شرایط تاملند اجازه بدهد، من جای دیگه کار نمیکنم، تاملندم، اگر اجازه بدهد ما میتوانیم یک همایش اقتصاد هم امسال برگزار کنیم، چون نیترومون زودتر تموم شده توجیه داره. من تا پارسال همایشم خیلی هم درخواست کردنم، من قبل میگفتم آقا من 30 خرداد کلاسم تموم شده، 9 تیر کنکوره، چه همایشی، بسه دیگه همون 9 روز. ولی الان نمیگم اواسط اردیبهشت بوده، رفتن امتحان نهایی دادن، اقتصاد پریده، یه همایش میذارم که در اوایل تیر ماه اگر بشود، میگم همایش هم داریم امسال، همایش هم برگزار میکنیم که بچه ها دیگه ببینید 3 دوره شده، خیلی باحال شده، به خدا بهتره نگین، چون ما خیلی کار کردیم روی نگران این در واقع، فکر نکنید از رو بی نظمیه، این میتونستیم خیلی راحت یه کارهای دیگه ولی نخواستیم، خواستیم کمک کنیم به هم دیگه. من هدفم اینه اگه داوطلب پشت کنکوری دارم که حتما دارم، زیادم هستن، اقتصاد یه ویژگی داره، امسال کتابش عوض شده، بچه‌ای که پارسال سر کلاس ما بودن الان خیلی هاشون امسال هم هستن، تو چت بگین. خب چون کلاس پارسال اصلا به درد امسال نمیخوره، کتاب کلن زیر و رو شده، پس من نگران اونا هم باید باشم دیگه. بنابراین این دوره رو تجمیع میکنیم،
هیچ آب از آبم تکون نمیخوره، هیچی عوضه. همون آقای خاکساری که با همون کیفیت ایشالله تو هفته های پیش دیدین، ایشالله بهتر و قویتر میخواد کارو ببره جلو، چون میدونه کلاسش ظرفیتش زیاد شده. یه جمعیت زیادی که نمیتونستن چون میخواستن دی کنکور الان اومدن میگن خوبه ما میخوایم شرکت، پس من باید خیلی قویتر شاید کار کنم، حالا ایشالله که بتونم و شرمنده نشم. این تموم میشود تو این بازه‌هایی که گفتیم بدون کمکاری. هر جا لازم باشه تایم کلاس رو زیاد میکنی. یکی از بچه‌ها توی اون کامنت ها زده بود که احتمالا قرار مطالب رو سریع‌تر بگم. نه دوست عزیز من، چرا؟ من یه تعهدی دارم، من این کتاب رو باید موشکافی کنم برای شما و کردم. اگه نمیخواستم بکنم الان درس 6 بودیم، چون کتابه میتونی خیلی سریع از، ولی من نمیخوام، میخوام یاد بگیریم، میخوام صدای اقتصاد بمونن تو تاملند با افتخار. بنابراین این تمام دیگه، خیلی هم تایم رفته ولی سعی کردم دیگه یه بار مفصل، دغدغه کسی نشه، کسی ناراحت نباشه، با دل خوش همه کارمون قوی بره جلو. یه جمع‌بندی نیترو توی بازه عالی برای اینکه گیر نخوریم به امتحانات پایه 12 و به کلاس‌های ویژه شب امتحانی که احتمالاً میاد. بچه‌ها میدونید دیگه، شما امسال سال خاصیه، امتحان نهاییاتون مهمه، معدله مهمه، نمره‌ها مهمه. و در نهایت اگر فرصت شود یک همایش اقتصاد بعد از اینکه امتحان نهایی‌ها رو دارید در تیر ماه میرید سر جلسه، چه اونایی که تیر کنکور میدن چه اونایی که دی کنکور میدن، اقتصاد خیالشون راحته. همینا رو فردا باید برای روانم بگم. خب هفته قبل آقا بیایم روی اون، ما درس 3 رو شروع کردیم، 2 تا اصلا بررسی کردیم، مفصل تست زدیم. آره من یکم برم عقب‌تر اینها، ببینید قضیه خودم از اول بگم، هیچی قرار نیست جا بیفته که خدا نکنه اون روزی که ما بخوایم از این کارا کنیم. بچه‌هایی که دوره تادیان اینها رو ما دوباره بهشون درس میدیم، ولی من الان مدلمه دیگه که سری کلاس من هستیم، آقای خاکسار هر هفته مرور میکنه کاری که جلسه قبل کردن، قرار نیست این روند عوض بشه که، همونه، بدو بدو ندادیم که. جلسه قبل گفتیم درس 3 درباره اصول انتخاب درسته. شما در طول زندگیتون روزانه بارها و بارها در موقعیت تصمیم گیری هست، سعی میکنید گزینه ای رو انتخاب کنید، بنابراین شروع میکنید به سبک سنگین کردن، ارزیابی کردن. خب برای این که تصمیم گیریاتون منطقی باشه باید منافع و هزینه های گزینه های مختلف رو ارزیابی کنید. خب تمام تصمیم ها، حتی گزینه هایی که به ظاهر فاقد هزینن یا رایگانن، حتما هزینه فرصت دارن. این مقدمه درستونه و ما میخواییم با این مفهوم آشناشیم. شدیم ها، یه بار دیگه سریع ورق بزنیم با هم. حالا میخواییم با اصول مهم، 5 تا اصل تو درس 3، 2 تاشو هفته پیش گفتیم، سر سومی که خیلی هم مهم و باحال و میخواییم تستش هم بزنیم وایسادیم، یه بار دیگه مرور کنیم. اصل اول هزینه فرصت یا هزینه انتخاب یا تصمیم شما. تمام تصمیماتون این هزینه رو داره و باید اینو مد نظر قرار بدید، باید محاسبه کنید و ملاک تصمیم گیریتون باشه، چون این هزینه ایه که قابل اجتنابه، یعنی هنوز هزینه نرفته از کف، میشه حفظش کرد، میشه نگهش داشت. خب چیه این؟ من دسته‌بندی کردم یکم بیشتر از کتاب، مثلا کتاب اینا رو نگفته، گفتم ما 2 نوع هزینه داریم، هزینه های مستقیم یا آشکار، هزینه های غیر مستقیم یا پنهان. هزینه مستقیم تمام هزینه هایی که پرداخت میشه برای یک انتخاب، هزینه است، خرج میشه، از جنس هزینه است، همونایی که تو محاسبه سود و زیان به عنوان هزینه های تولید حساب میکرد، اونا رو میتونیم بگیم هزینه های مستقیم یا آشکار. اما اون هزینه غیر مستقیم یا پنهانه، یعنی همون هزینه فرصت، یعنی چی؟ یعنی ارزش بهترین گزینه بعدی که هنگام انتخاب از دست میره، نمیتونم چون نمیتونستم همه رو با هم داشته باشم. حالا میگیم این چرا این شکلی میشه، گفتیم اسمش هزینه است ولی جنسش منافع، منافعی که فوت میشه یا از دست میره، اصلا بهش هزینه فرصت از دست رفته هم میرن. مثلا من 200,000 تومان پول دارم، با این 200,000 تومانم امشب میتونم بعد کلاس تاملن برم غذا بخورم، خوب دقت کنید، یا نه با این 200,000 تومان مثلا برم فلان وسیله‌ای که بهش نیاز داشتم رو بخرم. نه دیگه 200,000 تومان به درد غذا میخوره، این چه مثالی بود، نه چیزی میشه باهاش خرید، ولی حالا فرض بگیریم که میشه. اگر باهاش غذا بخورم فرصت داشتن اون وسیله رو از دست میدم، باید بدم، چاره ای ندارم چون نمیتونم این دوتا رو با هم داشته باشم.
اگه با 200,000 تومانم برم وسیله بخرم امشب با گشنه بخوابم، فرصت غذا خوردن رو از دست میدم. به این میگن هزینه فرصت. یه مثال ساده و دم دست. بعد نحوه محاسبهش رو بررسی کردیم، گفتیم مقدار منافع مربوط به بهترین گزینه‌ای که ازش صرف نظر شده، به اون میگن هزینه فرصت. پس هزینه فرصت یعنی مقدار منافع مربوط به بهترین گزینه‌ای که از آن صرف نظر شده. یعنی تو هر موقعیتی اینها، این مثالمون بود دیگه، ما 4 تا انتخاب داریم الان. یه قطعه زمین کمیاب داریم، الان میگیم کمیابی چیه، یعنی یه قطعه است دیگه، متراژ مشخص. هم میشه توش کشاورزی کرد، هم کارخونه ساخت، هم ساختمون سازی کرد، هم ویلا، همه رو که نمیشه با هم داشت. هر کدومو انتخاب کنید بین، مثلا اینجا من مثال زدم، گفتم اصلا فرض کنید من ویلا رو انتخاب میکنم، گزینه هایی که باقی مون، 900، 1100، 1500، اونی که از همه بهتره میشه هزینه فرصت، ساختمون سازی رو از دست میدم، قیدشو میزنم. اینم مثالمون بود، بررسی کردیم. بعد رفتیم دیگه شروع کردیم به تست زدن، 5 تا فکر کنم یا 4 تا تست، 4 تا فکر کنم تست زدیم. حالا حتما فیلمو دیدین، اونایی که سر کلاس بودین حتما ببینید، چون نحوه محاسبه مهم، نکات محاسباتی هم داریم. بقیه هم که الان دارم ورق میزنم، بچهای تادی گفتم یه کلاس جبرانی براتون در اواخر شهریور میذاریم، یه دونه که شاید بیشتر از یه دونه باشه، تا این مباحث رو به صورت زنده بهتون درس بدیم، مجبور نباشین برین فیلمشو ببینید. میتونید فیلمش هم ببینید، ولی زنده یه چیز دیگه است. کلاس باید باشه، باید چت با فعال باشه، باید سوال بپرسید، خیالتون راحت باشه. اونایی که بودن یادشونه دیگه، ما اینا رو چه شکلی حساب میکردیم. بعد رفتیم سراغ مفهوم کمیابی. اصل دوم، منابع کمیاب خود را بشناسید. منابع و امکانات، یا منابع تولید یا عوامل تولید یا نهادهای تولید، یعنی اولین امکاناتی که برای تولید کالا و خدمات تو هر کسب و کاری نیازه، 3 دست است: منابع طبیعی، منابع انسانی و سرمایه ها. سرمایه ها میتونن مالی باشن، یعنی پول یا فیزیکی به صورت کالای سرمایه. یه کارآفرین هم همیشه نیازه. حالا میتونی کارآفرین رو جزء اینا بدونی که نباید بدونی. کارآفرین یک نوع منبع انسانیه، ولی منبع انسانی با ارزشه، چون این وظیفه ترکیب اینا رو بر عهده داره، چون تا این نباشه که تولید انجام نمیشه، که نیاز جامعه تأمین نمیشه، که این باید هدایت کنه، سازماندهی کنه. و گفتیم کارآفرینی، دوباره تعریف کتاب، اگه کتاب جلوتونه دارید با من میایید، تمایل افراد به سازماندهی و عملیاتی کردن کسب و کارهای جدیده. و گفتم مفهوم کمیابی رو بیشتر از کتاب یاد بگیریم. 4 بار سوال کنکور بوده. کمیابی دوتا معنی داره، یعنی هم منابع کمن، این کمیابی یا کمبود به خود منابع برمیگرده، هم منابع انسان در استفاده از این منابع محدودیت داده. پس یه بار محدودیت به منابع برمیگرده، یه بار محدودیت به انسان، چون منابع قابلیت مصارف متعدد داره، نمیشه همه اینا رو با هم داشت. علت محدودیت انسان اینه. من خیلی دلم میخواست همه منافع رو داشته باشم، همه روش‌ها رو داشته باشم، ولی نمیتونم، پس باید دست به انتخاب بزنم. اینم از مفهوم کمیابی. بعد توضیح دادیم که نه تنها افراد دوچار کمیابی منابع، جوامع و هم دوچار این کمیابی میشن، و این مفهوم کمیابی جوامع رو با مبادله رو مواجه میکنه. یعنی هر وقت منابع و امکانات کمیابشون، یعنی هم کمن هم قابلیت های مختلف دارن، به تولید یک محصول اختصاص بدن، منابع کمتری برای تولید محصولات دیگه باقی میمونه. پس باید اونا هم انتخاب کنن، جوامع هم باید بدوستان کنن، یعنی همچنان حتی اگر کشوری کالایی را از کشور دیگه بخره، هم باز با کمیابی و مبادله مواجهه، فقط این دفعه مشکلش اومده و با منابع کشورهای دیگه حل کرده، یعنی کمیابیه که سر جاشه، واقعی مونده. متوجه شدین؟ تکلیف دادیم بهتون، کاری که همیشه میکنیم، گفتیم از درس 1 و 2 تست بزنید، آزمون داخل پنلتون رو دی بچهای تاده هم عادت کنید انجام بدید، هر شب حداقل 10 دقیقه حل مسئله داشته باشید. حالا میخوایم بریم سومین است: قید بودجه خودتون رو ترسیم کنید. خیلی باحاله، 6 دنگ باشید، میخوایم تست بزنیم. قید بودجه خود را ترسیم کنید. اصلا قید بودجه یعنی چی؟ قید یعنی محدوده، مقدار محدود یا مشخص از پولی که در اختیار دارید. کتاب میگه، ولی بچه ها من دارم اضافه تر میگم، بودجه فقط پول نیستا، بودجه همون منابع کمیابه. بذار بنویسم این بودجه رفتش رو قلمه،
خب پس بودجه فقط پول نیست. کتاب گفته پول، مثال زده دیگه. من میگم بهتون بودجه همان منابع کمیابه. بسته بود تصویر، یه دقیقه ببندید اینو بنویسید بچه ها. بودجه همان منابع کمیابه، پس مقدار محدود یا مشخص از هر منبعی که در اختیار دارید. درست شد؟ حالا قید بودجه چی ها قراره؟ قید بودجه یه الگوه در واقع که یه واقعیت پیچیده رو میخواد ساده کنه. اینو تو درس 4 هم رو مرز امکانات تولید میخونیم. به دلیل محدود بودن یا کمیابیه بودجه باید بین گزینه‌هاتون بده بستون کنید. یعنی باید بعضی گزینه‌ها رو بدین و بعضی دیگر رو بگیرید. من اینجا نوشتم، این جلوتر تو کتابا یه بار دیگه اونجا هم تکرارش میکنم. به طور کلی روش‌های تصمیم گیری یا میتونم بهش بگم روی کرده تصمیم گیری به دو مدل تقسیم میشه. مدل های تصمیم گیری اینا، یک، یا باید از بین گزینه های مختلف یه گزینه رو انتخاب کنید و بقیه رو رها کنی، یا بین دو گزینه اینو ورداری اونو ول کنی. مثال من، یا شام بخور یا برو اون وسیله رو بخر. یه مدل دیگه اینه که بیای انتخاب کنی از هر گزینه چقدر بخری، چقدر از این چقدر از اون. اینم یه مدل دیگه. هر دوی این مدل ها یا روش ها یا رویکردهای تصمیم گیری رو میخوایم تو بر اساس یک نمودار کاربردی و باحال یاد بگیریم، تمرین کنیم به نام قید بودجه. خب حالا مثال زدم من، این مثال کتابتون ها فعلا. فرض کنید قید بودجه ما 25,000 تومان، یعنی من 25,000 تومان پول دارم. خوب دقت کن، باحال ها بیایم روی این دوربین. پس بودجه من 25,000 تومانه. الان قشنگ میتونم دو مدل تصمیم بگیرم، یعنی یا اون یا این بکنم. یعنی میخوام دو تا چیز، بین دو تا خرید دو تا کالا گیر کردم، یا شکلات یا بیسکویت. بیسکویت دونه 5,000 تومانه، شکلات دونه 2,500. اگر تمام بودجم و یعنی 25,000 تومانم و برم باهاش بیسکویت بخرم، میشه چند تا؟ تهش 5 تا 5,000 تومان، 5 تا میتونم بیسکویت بخرم و دیگه هیچی شکلات ندارم. اگه تمام پولمو بدم به شکلات میشه 10 تا شکلات میخرم، ولی دیگه هیچی بیسکویت ندارم. بچه ها رو قید بودجه ما میخوایم تمام اصول رو تمرین کنیم، هر چی تا الان یاد گرفتیم، هزینه، فرصت، کمیابی. این که الان کمیابه، نگاه کنید این دقیقاً یک منبع کمیاب. میگم میخوایم همه رو تمرین کنیم، الان باحال میشه. روش‌های تصمیم گیری چی بود؟ یکی این بود که انتخاب یک گزینه و رها کردن گزینه های دیگر یا گزینه دیگه. اینجا چون دو تا گزینه داریم دیگه، یعنی یا بیسکویت بخرم، تصمیم دیگه، یا شکلات بخرم. این دو تا نقطه این میشن. نگاه کنید اینجا مثلا من اسم اینو بذارم نقطه A، اسم اینو بذارم نقطه B. دقیقا نقاط A و B، نقاط A و B مشخص کننده نقاطیه که من روش یا رویکرد تصمیم گیری و انتخابم یکی از گزینه هاست. تمام پولمو باهاش بیسکویت بخرم میشه 5 تا، تمام پولمو باهاش شکلات بخرم چون دونه 2500، 25000 تقسیم بر 2500 میشه 10 تا، یا این یا اون. خب درست شد. حالا این دوتا سر رو به هم وصل کنید، قید بودجه شما شکل میگیره. پس اگه خواستین یه جا قید بودجه ترسیم کنید خیلی کار باحال. حالا یه مثال دیگه هم میزنیم، اول مثال کتاب یاد بگیریم. کل بودجه رو تقسیم بر قیمت کالا بکن، تقسیم بر 5000 اینجوری ها، نگاه مینویسم اینجا 25000 تقسیم بر 5000 میشه چند تا؟ 5. پس من فقط میتونم 5 تهش 5 تا بیسکویته. اینور 25000 تقسیم بر 2500 میشه 10 تا، پس 10 تا میتونم شکلات بخرم. حالا هزینه فرصت، آقای خاکسار رو این چجوری حساب میشه؟ الان به من بگیم بیایم اینور، اگر من تمام بودجه‌مو بدم به تولید در واقع
بیسکویت در خرید بیسکویت دیگه، قید بودجه است، میخوام فقط بیسکویت بخرم، 5 تا بیسکویت به دست میارم، چی رو از دست میدم؟ تمام 10 تا شکلات رو از دست میدم. پس هزینه فرصت اینا رو حفظ نکنید و یاد بگیرید، خیلی باحاله، تمرین فکریه و تحلیل دقیقه. پس هزینه فرصت داشتن 5 بیسکویت از دست دادن 10 تا شکلاته. یعنی شما میخوای 5 تا بیسکویت داشته باشی، 10 تا شکلات رو قیدش رو باید بزنی، فرصت داشتن 10 تا شکلات رو از دست میدی. از این ور اگه تمام پولم رو بدم و شکلات بخرم، 10 تا شکلات میخرم، ولی چی رو از دست میدم؟ تمام 5 تا بیسکویت رو از دست میدم. هزینه فرصت خرید 10 تا شکلات فرصت داشتن یا خرید 5 تا بیسکویت که از دست میدم. این هم هزینه فرصتش. بقیه نکات یا نقاط بگم دیگه، زد اصلا نامگذاری کنم، این الف و ب، اینم اسمشو بذارم نقطه جیم، اینم بذارم نقطه دال. انتخاب چه مقدار از هر گزینه، اینم روی کرده دیگه است دیگه. این چقدر باحال شد، داریم همه مطالب روی این مبحث تمرین میکنیم. میشه نقاط الف و ب و جیم و دال، تو همه اون نقاط هر دوتا رو داریم. یکیشو مثال میذارم، مثلا در نقطه الف من چند تا بیسکویت دارم؟ الان میرم بهت نشون میدم. بیسکویت، چند تا شکلات دارم؟ نقطه الف رو نگاه کن، انقدر میرم تا بخورم به محور عمودی، چون اینجا بیسکویته، میشه دوتا بیسکویت، پس دوتا بیسکویت دارم. چند تا شکلات دارم؟ میام پایین تا بخورم به محور شکلات، 6 تا هم شکلات دارم. بنابراین در نقطه الف من میتونم دو تا بیسکویت بخرم، میشه 10,000 تومان. ببین الان دقیقا میشه 25,000 تومان. 6 تا شکلات 2500 بخرم میشه 15,000 تومان، جمعاً 25,000. اینم یه جوره دیگه، اینم یه مدل تصمیم. الان پس یه ترکیبی از این دوتاش، از هر کدوم چه مقدار. حالا به جای نقطه الف فرض کنید برم تو نقطه ب، بیایم برم بررسی کنیم. دوباره ب، بیسکویت، شکلات، چند تا میشه؟ نگاه نقطه ب رو، بذار رنگمو عوض کنم. بیا این نقطه ب، میرم تا بخورم به محور عمودی، بیسکویت، 3 تا بیسکویت داریم، میشه 15,000 تومان. یعنی 15,000 تومان از بودجه 25,000 تومانی رو میدم، چقدر میمونه؟ 10,000. خب میشه چند تا؟ ده با 10,000 تومان میشه چند تا شکلات 2500 خرید؟ 4 تا. 4 تا هم شکلات ضرب در 2500 میشه 10,000 دوباره. میبینی؟ بازم 25,000. بنابراین توی نقاط آبه، یعنی دو سر قید یا خط بودجه، کلن تمام پول یا بودجه میره برای یک کالا شکلات، یا تمام پول میره برای کالای دیگه بیسکویت. بقیه نقاطی که بین این دوتا ترکیبی از هر دوتاست. الان نقطه جیم چجوریه؟ نگاه کنید، این جیمه دیگه، خودم اسمشو گذاشتم. 4 تا بیسکویت میشه 20,000 تومان، 5 تومان مونده، 5 تومان هم میشه دوتا شکلات دیگه. نقطه دال رو نگاه کن، خیلی باحال، یعنی بازیه، یه دونه بیسکویت، ببین میرم میشه 1، 5,000 تومان رفت، 20 تومان مونده، چند تا شکلات؟ 8 تا شکلات میشه خرید با 20,000 تومان. حالا خوب دقت کنید، با من همراه باشید، بیام اینجا تصویر رو ببندید. بچه ها حواسا به من، من الان میخوام یه نقطه ای بکشم خارج از این منحنی، مثلا اینجا، ای کاش این نقطه بود، اسمشو بذاریم نقطه مثلا سی. چرا نمیشه رو نقطه سی وایساد؟ خیلی باحاله که، یعنی هم 5 تا بیسکویت داشته باشم، هم 10 تا شکلات، این اصلا آرزومه. این خارج از دسترسه. ببندید تعریف. چرا خارج از دسترسه؟ به دلیل کمیابی بودجه‌مون. بودجه شما بی نهایت نیست که هرچی دلت خواست بخری که. خیلی دوست داشتم تو اون نقطه وایسم، ولی نمیشه. خارج از دسترسه. با 25,000 تومان نمیشه. چقدر پول میخواد؟ 5 تا بیسکویت خوش میشه 25,000 تومان. 10 تا شکلات هم میشه 25، باید 50,000 تومان بودجه داشته باشی.
بودجتون کمه برای نقطه استی. ببندین دوباره. یه نقطه داخل چی؟ آقای خاکسار مثلا چرا اینجا وای نستم من؟ راست میگه، اینم نقطه باحال، یه اسم بذاریم نقطه دی مثلا. تو نقطه دی من یه دونه بیسکویت دارم، یه بیسکویت میخورم، میبینی؟ و چهار تا شکلات، یه بیسکویت میشه 5000 تومان، چهار تا شکلات 10000 تومان، 15000 تومان، 10 تومان هم بودجه همون میره. بله این در دسترس، نقطه دی در دسترسه. تمام نقاطی که روی مرزن، بیایم این وقت، تمام نقاطی که روی مرزن در دسترسن، به شرطی که تمام بودجه تو خرج کنی. داخل مرز هم باشن یا داخل خط یا قید بودجه هم باشن، در دسترسن، تمام بودجهت هم خرج نمیشه. این لزومن معنی بد نداره ها. مثلا چه فکر کنید الان یه نفر میگه آقا چه خبره میخوای این همه بیسکویت شکلات بخری؟ با 15000 تومان، 25000 تومان زیاد، 10000 تومان پس انداز کن. خب خوبه دیگه. ولی اگه این باعث شه نیازم کامل تامین نشد، بده دیگه. خب میتونستی تو همین نقطه 4 تا شکلات بخری، به جای یه دونه بیسکویت 3 تا بخری، یعنی بیای به نقطه B. میشد دیگه. یا تو همین نقطه همچنان یه دونه بیسکویت بخری ولی شکلات رو برسونی به 8 تا، خودتو داری محروم میکنی. اگه واقعا پس اندازه برات مهمه، کار خوبیه. اگه نه، خب کار اشتباهیه. میتونستی از منابع بهتر استفاده کنی، از همون بودجه محدودت میتونستی بیشتر استفاده کنی، نخواستی. حالا گفتم بسته به نوع سوال میتونه این تصمیم غلط باشه یا نه، تصمیم خوبی هم باشه اتفاقا. این از قید بودجه. حالا اگه بچه ها سوال پرسیدن به من بگید، چون میخوام یه مثالم خودم بزنم، با هم بازی کنیم. سوال دارن؟ من بیام اونجا میتونم بخونم؟ آها بچرخونیدش. آره یا خیلی ریزه. بیام جلو، من معلومم همچنان الان تو کادرم. یعنی اقتصاد چاپ جدید راحت تر از قبلیه، تقریبا راحت تره. یه نفر اگه میخواد بهترین رو ارائه بده، هزینه فرصت میشه دومین گزینه. بهترین رو برمیداره، دومی میشه هزینه فرصت. بازم هزینه فرصت هست. مثال زدم، قیمتش رو از رو نمودار تشخیص میدید یا تعداد رو ضرب میکنید، هر دوتاش مشکل میشه. بهار الان فرض کنید، سوال خوبی پرسیده بهارا. بهار میگه اگر اینجا 25000 تومان رو نگفته بود میتونستم تشخیص بدم چقدر بودجم. بله، وقتی 5 تا بیسکویت سقف خریدته و قیمتش 5000، این دوتا رو ضرب کن میشه 25000، این میشه سقف خرید بیسکویت، میشه بودجت. یا اینجا وقتی 10 تا شکلات 2500 یه 10 ضرب در 2500 کنی، اون 25000 خودشو نشون میده. سوال خوبی بود، درست شد. دیگه سوال دیگه نیومده بود درباره این؟ خدا رو شکر. بچه ها پس حواسا به من، میخوایم یه مثال با هم. چی؟ کتاب منو بخرید، اومد. خواب فرین، کی پرسیده بود؟ بچه های ده اس نداره؟ چی؟ آقای مبین و بقیه هر چند نفری که سر کلاسی، نمیدونم تعدادتون چقدره. کتاب من همین امروز موجود شده، خودم هم استوری کردم. مهرما هم هی داره پست میذاره، 4000 تومان بیشتر نیست چاپش. یعنی من دعوا کردم، مثلا یه وضعیتی بوده امروز. این 4000 تا فکر کنم تو 4 روز تموم بشه متاسفانه. جا نمونید لطفاً، چون تا ما یه نوبت چاپ دیگه بگیریم یهو یه ماه عقب میافتیم. همین فردا صبح کتاب دیگه، یه کتاب واقعا جامعه، انتشارات مهرما، تا الان نداشتیم، دردسر بود دیگه. به یمن شروع کلاسای تا دی کتابم چاپ شده، کتاب واقعا جامعه انتشارات مهرما، منم نوشتم. حواستون باشه کتاب پارسال بهتون ندن، اون دیگه به درد نمیخوره. ویژه کنکور 1402 کتاب جدید، اصلا تاکید کنید از هر جا میخرید. حالا منم میخوام یه کد تخفیف براتون بذارم، اگه پیج منو دارید که حواستون باشه. فکر کنم امشب برسم استوری میکنم با کد تخفیف من، فکر کنم یه 20% دوباره قیمت از براتون کم میکنن. فعلی فکر کنم فقط بعد روی سایت مهرما خرید کنید، بعد براتون کتاب رایگان ارسال میکنن. اینم برای کسایی که تو شهرهایی هستن که ممکنه کتابا خیلی خوب پخش نشه، توزیع نشه، از خود سایت مهرما مستقیم خرید کنید، به نفعتونه. حالا براتون میذارم اون، حالا یا ویدیو یا یه چیزی میذارم که بدونید چی کار باید بکنید. ولی کتاب دیگه همونه، خیلی خوبه، ان شاءالله که لذت میبرید ازش. خب دیگه بریم یه مثال با هم. چت باید فعال شه، ساکت نمونید. الان نگاه میکنم، اصلا باحال تره مثال من.
چی بود اون شکلات و بیسکویت؟ زده برای ناهار میرن شکلات و بیسکویت بخرن. مگه چیزی چجوری با اینا سیر شیم؟ بیا اینجا. ظهر تابستونه با دوستاتون رفتید بیرون، پولا رو ریختید رو هم شده 300,000 تومان. پس پولا رو هم ریختیم شد 300,000 تومان. بودجه است و کمیابه. بچه ها دو تا محصول میتونید بخرید، یا فلافل هر کدوم 50,000 تومان. به خدا من اولین فلافلی که در زندگیم فکر کنم تو 12-13 سالگی خریدم 50 تا تک تومانی بود. این یادمه دقیقا، خودم دادم پولش 50 تا. الان تقریبا 50,000 تومان با یه نوشابه. چرا ایمان نمیارید؟ چی کار باید بکنن با اتون؟ 1000 برابر قیمتش رشد کرده در 20 سال. اگه این اسمش معجزه نیست دیگه، شما اگه به این معجزه ایمان نمیارید دیگه من ازتون ناامید شدم واقعا. به هر حال یه فلافل حالا با مخلفات 50,000 تومان، مثلا چه میدونم قارچ و پنیر رو ویژه 50، می‌خواستیم عدده روند باشه که به این بخوره اذیت نشیم. بستنی هم حواس کردین گرمه خیلی که 20,000 تومان هم بستنی دونه. خب الان باید تصمیم بگیرید کلن بریم فلافل بخوریم یا کلن بیایم بستنی بخوریم، چیکار کنیم؟ اگه خب مجددا سلام، یه سری مشکلات فنی دامنه دار داشتیم، سیانت شدیم فکر کنم، من که داشتم تعریف میکردم فکر کنم یه سوء تفاهمی شده بود. برگردیم به بحثمون. حالا جدای از این شوخی ها، علی آقا بریم روی دوربین از در واقع تختمون. داشتم توضیح میدادم که از کجا این شیشو گذاشتم، چون بودجه محدود من کمیاب من 300,000، فلافلم دونه 50,000 میشه، تقسیم کردیم دیدیم بله 6 تا فلافل میشه خرید دیگه. تهش اینه، اگه تمام پول اونو بدیم بستنی چی؟ یعنی این سر چند میشه؟ 300,000 رو باید تقسیم بر 20,000 تومان کنم، قیمت هر بستنی 20,000ه، خب تقسیم کن میشه 15. پس 15 تا هم بستنی میشه خرید. ببین الان دو سرشه، این یه نوع انتخاب دیگه. اگر این چت سالم نمونه ها، یعنی چک میکنیم اینجا، بیدار باشین لطفا، انشالله که همه برگشتین. اگر من تمام بودجه کمیاب 300,000 تومانیمو باش فلافل بخرم میشه 6 تا فلافل. هزینه فرصت خرید 6 تا فلافل چیه؟ تمام بستنی ها، اون چت باید منفجر بشه، تمام 15 تا بستنی ها قیدش، یعنی دیگه حتی یه دونه بستنی هم نمیتونم بخرم، انتخابه دیگه، همه رو دادم به فلافل. باریکلا خوشم اومد، آفرین. فاطمه نوشت، دوتا فاطمه هامو، بقیه کجایی؟ سریتر. آها حالا شد، تیرانا اومدن دیگه، اون گرگای اقتصاد حمله کردن، جاسم و نرگس و باریکلا. بچه های جدید هم بنویسین ها، فعال باشین، کلاس به درد نمیخوره، فیلم سینمایی نمایید ببینید ها، کلاسه قشنگ بشینید آماده، جزورم ایشالا از جلسه بعد پرینت میگیرید. قبراق سری که الان میخوایم تست بزنیم اینجا، آمار میره آبروتون میره اگه بلد نباشه. حالا دقت کنید، اگه تمام پولمو بدم دیگه جلوتر از من بنویسینا و بستنی بخریم چی؟ آقا کل 300,000 15 تا بستنی میریزیم توی کیسه، دارم میرم چی ها از دست دادم پشت سرم؟ هزینه فرصتم چی بود؟ فرصت چی ها از دست دادم؟ کل فلافلا رو، 6 تا فلافل رو قیدشو زدیم، دیگه یه دونه فلافل هم حتی نمیتونیم بخریم، به جاش 15 تا بستنی داریم. تمام. من یه چشم میره روی چتاتون ها، دارم اونجا رو نگاه میکنم ببینم کی مینویسی. درست شد؟ حالا فقط همینه؟ نه، میتونیم ترکیبی از این دوتا هم داشته باشیم. داریم فکر میکنیم دیگه، دوستامون دوره همیم، یعنی تصمیم گیری منطقی، میگیم آقا چه خبره 6 تا فلافل، مثلا 4 تا فلافل بخریم، حالا ببینید چجوری درست میشه. خب اگه من 4 تا فلافل بخرم این نقطه میخورم به مرزم یا قیدم یا خط بودجم، میام پایین. خب اگه 4 تا فلافل بخریم میتونیم چند تا بستنی بخریم؟ 4 تا فلافل میشه 200,000، 100,000 میمونه، 100,000 میشه چند تا بستنی؟ 5 تا بستنی. تو چت بنویسین ها، چون اینقدر دیر میاد سرعت نت پایینه، شما بنویسین. دیدی چی شد؟ 4 تا فلافل خریدم شد چقدر؟
200,000 تومان. چقدر بودجه مونده؟ 100,000 تومان. 100,000 تومان رو میرم باهاش 5 تا بستنی 20,000 تومانی میخرم. شد. اینم یه ترکیبه. اگه من اسم این نقطه رو بذارم نقطه A، اینو میذارم B. حالا کار دارم با اینا. بازیمون تازه داره شروع میشه. دیگه چی؟ یه ترکیب دیگه هم میتونم داشته باشم. میتونم 2 تا فلافل بخرم. 2 تا 50,000 تومان، 100,000 تومان. بره کنار. اگه 2 تا فلافل بخریم میتونیم فرصت چند تا بستنی رو داشته باشیم. میام پایین. 100,000 تومان، 200,000 تومان میمونه. تقسیم بر این میشه 10 تا. بیا بریم. خیلی خودم یه قید بود. روزی یه هفته هر روز 2 تا قید بود چه رس کن. اگه دیگه تا آخر عمرت یادت رفت اینا. اینجوری درس بخونی لذت بخش درس خوندن. A B C D 4 تا نقطه دارم. حالا گوشا با من چت باید فعال بشه. باریکلا آفرین، خوشم اومد. تازه نگاه کنی، اگر من تصمیم بگیرم که به جای 5 تا بستنی 10 تا بستنی داشته باشم، یعنی قبلا تو نقطه B بودم، الان تصمیم میگیرم بیام تو نقطه C که به جای 5 تا بستنی 10 تا بستنی، باید قید چی رو بزنم؟ اون میشه هزینه فرصتتون. پس هزینه فرصت حرکت از نقطه B به نقطه C. تو چت بنویسینا، منتظرم ها. هی دارم الکی حرف میزنم، شما جواباتون بیاد. یا هزینه فرصت داشتن 10 تا بستنی به جای 5 تا بستنی چیه؟ برای این باید چیکار کنم؟ چون منبعم محدوده، نمیتونم پول اضافه ندارم که. باید به جای 4 تا فلافل 2 تا فلافل بخرم. باریکلا، خیلی بلایید بعضیاتون. آفرین. منفی 2 تا فلافل، اونی که از دست میره هزینه فرصته، نه اونی که به دست میاد. 5 تا بستنی بیشتر نوش جونت، ولی قید 2 تا فلافل رو زدی. این بهش میگن هزینه فرصت. قشنگ عینه یه بازیه. فولی هر نقطه بیرون این خط بودجه یا قید بودجه غیر قابل تحققه، در دسترس نیست. الکی که نیست که، پولمون محدوده. داخلش پولت میمونه، اضافه هم میزنه. حالا اگه پسندازیه یه چیزیه کار درستی، اگه نه شاید اشتباه باشه. گشته نمونی حالا این وسط، نیازت برطرف نشه که میخواستی بودجه، میتونستی بیشترم بخری، حواست باشه. تمام، خیلی هم عالی، خیلی باحال بود، تمرین باحالی بود. میخوایم بریم ببینیم دیگه چه نکاتی داره. حواسا به من، تست میخوایم بزنیم. آقا تست شماره 5 که این همکار ما به زور واقعا جاش داد روی، به بچه ها 2 دقیقه وقت میدیم، همه بزنید ها، تا دی نمیدونم تا دیگه چه سالانه دیم. همه، یعنی نمایش میدیم ها. اونایی که تازه اومدید تازه میفهمید تاملند چه آپشنای خفنی داره. حالا اگه هنگ نکنه بر میگردیم 2 دقیقه دیگه.
خب آقا بیارین، من الان تو این فاصله فهمیدم که ما دو تا پنل داریم فعلا، یعنی الان اینجا استقلال پرسپولیس نشه صلوات، یعنی بچه های سالانه ما ورسز بچه های تادی، میتونی نمایش بدی یا نه؟ خب یکیشو اول فقط به من بگو کدومه. این شما تفکیک داریم، یه جور تفکیکه دیگه. حالا ببینیم چی کار کردین، کیا زورشون بیشتر بود، چون مبحثم جوری بود که همه شنیدین، این چیز جدید بود. این سالانه مونه. آره پنج، من از یادم نیست کدوم درست بود. یه دقیقه سوالو بیار که من بتونم. خب گزینه سه کدوم معنی دو خب بریم حالا بیار سالانه کو 52 تست سخته ها. میبینید اونایی که با من هستن قدیم بودن سالهای پیش میدونن دیگه، معیار تعیین تست سخت اینه که هر 4 تا گزینش پاسخ دادش این ور که فعلا حالا ببینیم اون ور چه خبره. و میبینید اصلا یه اکثریت محسوسی نمی، حالا خدا رو شکر بیش از 50%، ولی 52% گزینه درست رو زدن. اونایی که 3 زدین درست. خب لیستشون هم اگه بخوایم ببینیم، چند تا از مثلا دورسا توللی، هلاله، تیرانا، زهرا افشاری، آخرش هم بخونیم چون زیادن اینا دیگه احتمالاً. فاطمه کلایی، عسل حقی، زهرا فتحی، بارکلا، بارکلا، مهشاد، خیلی خوبه. مهدیه و بقیه حالا دیگه وقت نمی‌کنیم. اون یکی رو هم بیار آقا. اینا اونا هن؟ بله. اینجا یه گزینه رو نزدن. بچه های تاده یعنی ناره، هنوز هم خیلی پنلشون تکمیل نشده، اسما هنوز نیفتاده. این نتیجه الان بچه های سالانه بردن فعلا، یعنی با اینکه تعدادشون هم خیلی بیشتره فکر کنم به طرز محسوسی احتمالا، و این باعث میشه که یه ذره ضعیفشن. ولی خب دوستان تاده ای باید خیلی قوی تر کار کنید، حالا بهتون تخفیف میدم فعلا برای شروع این خوبه، ولی این خوش الان میگم یه سوتی هم بعضیا دادین ها، فکر کنم تو چت مینویسین. آقا بیای اسمشون اومده بود. آره کیا بودن؟ چند نفرشون رو بخونیم حداقل. سخته ولش کن تو تست بعدی بیایم توضیح بدیم. همه حواسا به من دقت کنید. من دیدم تو این فاصله بعضی از بچهای تاده‌ای دوباره پرسیده بودن که اون جلسات قبلی رو ما چیکار کنیم، هزینه فرصت ها رو یه جای همه رو قرار شد درس بدیم. عزیزان یه بار دیگه این فیلمه رو بزنید عقب نگاه کنید، این نسخه آفلاین رو پنلتون میاد، فردا هم توضیح میدم سر روان. ما جلسات برگزار شده مرداد ماه و جلسه قبلی هم فکر کنم تو شهریور بود اگه اشتباه نکنم. آره دیگه قطعا شهریور بوده. ما این فکر کنم 5 جلسه برگزار شده رو فشرده تو 2-3 جلسه تو ساعت طولانی. باز میگم فشرده، نگه آ میخواد برای ما الکی، نه ساعتشو کش میدیم، جلسه جبرانیه دیگه، تحمل کنید، درستش میکنیم، نگران نباشید. خب آقا بیایم ببینیم این آقای حاتمی ماهیانه 4 میلیون تصویر رو ببندیم براش. 4 میلیون میبینید حقوق دریافت میکنه. 10% درآمدش رو به خرید 2 کالای گوشت با قیمت هر واحد 80,000 تومان. سوال آزمونی ها، اگه میگین چجوری سوال میدن بفرما نگاه کن. و برنج با قیمت 20,000 تومان اختصاص میده. خب الان به من بگی 10% بیا حساب کنیم دیگه با هم. اولین کار باید این باشه، 10% یعنی 10/100 که میشه 1/10 ضرب در 4 میلیون. حالا تازه ما که یاد گرفتیم صفرم نذاریم، حالا من اینجا میذارم دیگه، یه صفرش هم با این بره میشه 400,000 تومان. بودجه ما اینه، این قید بودجمه، یعنی مقدار محدود بودجه. میگه اینو ببر رو نمودار ببینیم کدوم ایناست. بچه ها 400,000 تومان خوب گوش بدینا، 400,000 تومان بخواد گوشت بخره 80,000 تومان چقدر میشه؟ من دونه دونه اینجا اول بنویسم. 400,000 تومان تصویر بسته است دیگه، تقسیم بر 80,000 تومان چرا میشم 2 دیگه. بعد یاد بگیرید اینا را دیگه. اون کتابه من اومدم بگم کتابه اومده برید بخرید، که بچه ها شوخی کردی با ما، سوگند بود زده بود تموم شد رو سایت. سوگند تو چت بگو شوخی کردی، قلبم من مگه هری پاتره نزدوتم تموم شده واقعا. چه
بعیده یه تلاش دیگه، شاید چیزا خریدن، پخشا خریدن، از اونا اقدام کنید. احتمالا سایت تموم شده، ولی ایشالله که کتاب پخش شده، مثلا کتاب فروشی های محلتون خریدن، دارم بهتون امیدواری مینه. ولی نمیدونم، این چیز عجیبه. حالا من پیگیری میکنم، اطلاع رسانی میشه بهتون، ایشالله که گیر میاد. مثلا شاید پخشا خرید، بانک کتاب ها خریدن تعداد بالا، میخوام بفروشن بهتون، نگران نباشید، گیر میاد. این میشه چند تا؟ 5 تا. بیشتر که نمیشه که. من کیلو گوشت میتونم بخرم. کجا گوشت زده 5؟ نگاه کن، این گوشته 20. غلط. همین یه دونه بسته ها. اصلا خیلی راحته، بی خود سخت کردید. ایشون گوشت زده 5. درسته. ایشون گوشت زده یه ذره بیشتر از 4. غلطه. این اصلا سعودی منحنی، بخوام بنویسم، قید بودجه همیشه نزولیه، رو به پایینه. یعنی چی رو به بالا؟ هر چی بیشتر بخری اون یکی باید کمتر بخری. وقتی بودجهتو به یه کالا اختصاص میدی، بودجه کمتری برای کالای دیگه، رابطهشون معکوسه. این که هیچی، کلا غلط، بذاریدش کنار. بین اونا جواب میشه 2. اینو سوتی دادید احتمالا، بعضی راستن زدن 2 دیگه. من میدونم دوست من، گزینه انتخاب کن. کجا گفته 2؟ اینا مریضی های طراحاست، 2-4 نشین بهشون. 3 تموم شد. بعد چی پرسیده؟ گفته وضعیت نقطه ب در منحنی قید بودجه او چه توجیهی داره؟ قید بودجه او اینه، این درسته. نقطه ب خارج از دسترسه. حالا ببین گزینه 3، در این نقطه فرد با کمبود بودجه و قدرت خرید این مقدار از 2 تا کالا رو نداره. یه بار دیگه این دوربین. حواسا به من. قید بودجه همیشه نزولی، اما اول یک، این یعنی 4 خط میخوره، هیچ. اون گزینه ای که گفته بود 4 هم میره کنار. گزینه یک. عقده ای هم باشه که کل گزینه رو خط میزنه. یا 1، یا 2، یا 3. این ترتیبشون این وریا. خب من نگاه میکنم، میگم 400,000 تقسیم بر 80,000 میشه 5 کیلو گوشت. کجا گفته گوشت 5؟ اون که گفته بود گوشت 20. این که گفته گوشت یه ذره بیشتر از 4. غلط. اینجا ولی گفته گوشت 5، این ور گوشت رو نوشته. برنج چی آقای خاکسار؟ 400,000 تقسیم بر 20,000. یه زمانی برنج 20,000 تومن بوده مثلا. 400,000 تقسیم بر 20,000 میشه چند کیلو برنج؟ 20 کیلو برنج. میبینی؟ پس این دقیقا قید بودجش درست رست شده. جواب درست گزینه یه که گفته باشه نمودار 2. و اونجا میبینید گزینه 3 گفته منحنی شماره 2. بعضیاتون احتمالا خطای دید و سوتی و عجله که فکر اینا گزینه است، گفتی 2 بزنم 2. حالا دیگه سوتی ندین دیگه، حواستون باشه. سوالی نیست؟ کتابو ولش کنن ها. کتاب هست، رو سایت نیست دیگه، سایت دیگه نمیدونم. حالا اونا فهم کردن که وقتی کتابو دیر میدن این مشکل پیش میاد دیگه، پیش فروش بعدین عین ایران خودرو قوره کشی درست میشه. من میدونستم کم 4000 تا، چون اینا فقط مثلا میشن شاگردای من. خب خیلی هم دوست دارن بیرون از جای دیگه، معلمای عزیز دوست دارن کتابو. ان شاءالله حل میشه، ما میگیم یه نوبت فوق العاده چاپ کنن، نگران نباش. اگه این هفته هم گیر نیاد، هفته بعد. آقا تست 6 بدیم بهشون، 2 دقیقه وقت. تو رو خدا گزینه رو نگاه کن، تست رو نگاه، سوتی ندینا. بریم بالای 90% و برگردیم.
خب بده اینا چرا افتاده رو هم خانم خاجوری؟ بده آقا بده. اینا کیان؟ سالیانه 74%. درست، مرسی، راضی هم ازتون. اونم لیستشونه، وکیل آینده هم دوباره اومد، سام، هلاله، عبدالرؤوف، تیرانا و آخری ها هم یه حرکتی بزن ببینیم چه خبره. آره یکم از زینب، زهرا، کاربر، امیر عباس، شهرزاد. من یه زنگ این فاصله زدم به یکی از عوامل مهرمال، ریجک کرده، تا الان توی جلسه ایگن. اگه بشه تا آخر امشب بفهمیم خبر میدیم، اگه نه اطلاع رسانی میکنم بهتون. خب آقا این از این، اون یکی ها رو بیار. با به به، باری کلا، باری خوشم اومد. هر بازی برگشت داره دیگه بالاخره. خاکسار آیند. و این پارسال هم بوده، همون پارسالیه ای بابا چیز کنید. خاکسار که اسمش روشه دیگه، خاک این پایه. دقیقا انشالله که به بهترین جاها برسیم. مبین اینجا خیلی هم فعاله، از ایناست که اومده کنکور دیو. بقیه هم همینطورن. کاربر محمد اویسی، اینا کسایی هن که حالا تو سامانه ثبت شدن. 83%. این فکر کنم یه مشکلات فنی داریم تو طرح تا دی هنوز، ولی درست میشه، نگران نباش. حالا این چند تا اسمی که آپدیت شده ما دیدیم، خیلی خوبه. تا دی ها زدن جلو. دوستان سالانه آبروریزی نکنید، حالا شوخی میکنم اینا را. من که خوشحال میشم ان که همه بلد باشید. من سوال قبلی یه توضیح بدم، نرگس فکر کنم زده بود یا کسای دیگه هم بودن، این کار نمیکنه. یه دقیقه بزنید به عقب. مرسی. یکی گفت، دو نفر گفته بودن آقای خاکسار ما نفهمیدیم چی شد. سوال خوب بخونید و محاسبه رو نگرانش نباشید. اینجا ما میخواییم داوطلبی رو تربیت واژه قشنگی نیستا، آماده کنیم، اینجوری بگم، آماده کنیم که اصلا از عدد نمیترسه. این قراره تو کلاس های بچه‌ای که سالانه بودن تو این یه ماه فکر کنم دیگه اوکی شدن، انشالله بقیه هم همینطور. گفته 4 میلیون حقوقشه، 10% درآمدش رو میخواد دو تا کالا بخره. اول من اونو حساب کردم، 10% 4 میلیون شد چقدر؟ 400,000 تومان. این قید بودجه، اینقدر بودجه دارم، 400,000 محدوده، کمیابه. دو تا کالا، یا گوشت بخره کیلوی 80,000 تومان یا برنج کیلوی 20,000 تومان. من همون گوشت رو دست گذاشتم روش. گفتم اگه 400,000 تومان کلن بخواد گوشت بخره میشه چقدر؟ حد اکثر 5 تا. پس یه سر قید بودجه من باید با 5 کیلو گوشت شروع بشه، یعنی رو گوشت باید رو 5 وایسه. اینجا گوشت رو زده چقدر؟ 20 کیلو. غلطه، خط زدم. پس نموداره یک نمیتونه، برو تو گزینه هست. اینجا گوشت این وره، ببین گول نخوره، اون ور برنج رو نوشته، گوشت رو گفته 5 کیلو. این درسته، برنجش چی آقای خاکسار؟ خب من اونو حساب نکردم، فعلا یه دونه تست داری میزنی، امتحان تشریحی نیست که راه حل بنویسی. یه دونه رو پیدا کردی برو حساب کن دیگه، حذف گزینه تمام. اگه مجبور شدی برو بعدی. اگه یه گزینه دیگه بود که گوشت رو 5 نگه داشته بود میرفتم برنجو. دارین تستنی یاد میگیریم دیگه. اینجا گوشت گفته 4، یه ذره بیشتر. خب غلطه دیگه، باید باشه 5. اینجا این اصلا سعودیه، رو به بال، با منحنی ها باید نزولی باشن. قید بودجه همیشه رو به پایینه، چون هرچی یه چیزی رو بیشتر بخری اون یکی کمتر میشه، هرچی این یک بیشتر بخری اون کمتر میشه، برای همین شیبش منفیه، این رابطه معکوسه. اینم خط زدم. حالا اگه میخوای بگی خب آقا ما دیدیم این 5ه، خب اینش 25ه، غلطه، این اصلا کلا غلطه. این که باید اینوری بود، یعنی ایراد اصلیش رو منطقشه. نمیشه که از هر دوتا هی داریم بیشتر میخریم، مگه بودجه اون هی داره زیاد میشه؟ منطق نداره. بنابراین جواب نمودار 2ه. کدوم گزینه گفته نمودار 2 اینا ها؟ گزینه 3 گفته منحنی شماره 2. پس همونو زدم. سوالی نیست دیگه از این. حالا این تست چیه؟ شامپو و صابون. بیایم این ور. یک شرکت تولید آرایشی بهداشتی برای تصمیم گیری در مورد مقدار صابون و مایع دستشویی خودش نمودار قید بودجه زیر را ترسیم کرده، بر این اساس به این موارد پاسخ بده. خب الف کل بودجه آن، یکی بچه ها پرسید آقا کل بودجه را چجوری میفهمید؟ کل بودجه شرکت چقدره؟ خب نگاه کن، کلن اگه بخواد صابون بخره 8,000 تا میتونه بخره، درسته؟ با یکیش برو. یا اگه بخواد مایع شستشو بخره 4، این 4,000 را اینجا مونده، ببین
ببند یه دقیقه تصویر رو ببینن. 4000 تا مایه قیمتشه، میتونه 6400 بخره. میتونی این دوتا رو در هم ضرب کنی تا بودجت به دست بیاد. میتونی این 8000 رو ضرب در 3200 کنی. بس من برای الف این بالا دارم می‌نویسم ها، 8000 ضرب در 3200. 5 تا صفر داره، هیچی اونو که میذارم 2 3 4 5. اصلا میتونی فعلا 5 تا صفر رو نبینی. 8 ضرب در 32، 8 دو تا 16 تا. یه چشت به گزینه‌ها باشه همین الان زدی ها. تمام. کدوم بعد 5 تا صفر با 6 شروع شد؟ اینها. بنابراین جوابیه که باری کلا به اونایی که زدن یک. حالا ادامه میدم. 8 دو تا 16 یکش میره 8 3 تا 24 تا با اون یک 25 تا. 25 میلیون و 600 بودجش. این یکی هم ضرب می‌کردی همین می‌شد بچه‌ها. ببین الان میگم الف دیگه ببندید. میام اینجا میگم 6400 تا مایه دستشویی قیمتش هم 4000 تا. دوباره 5 تا صفره که هست هیچ. میذارم 4 4 تا 16 تا یکش میره کنار. 6 4 تا 24 تا با اون یکه 25 تا. یکی میشه دیگه. الفه. با همین الف هم جواب به دست اومد. بقیه گزینه ها غلط بودن. میبینید؟ بنابراین فکر نکنید دوستاتون دارن کار عجیب غریب میکنن. همه تون 100% باید گزینه درست. تو تست بعدی من اینجا خودم آتیش میزنم. با همون کتابم هم خودم آتیش. خب به خودم هنوز ندادم. من نمیدونم چه من. ب ترکیب تولیدی در نقطه A. بیاین با من همراه باشید. نقطه A رو ببین اینهاش. برو جلو تا بخوری به محور عمودی. 4000 تا صابون بیا پایین بخوری به محور افقی. 3000 تا مایه دستشویی. 4000 تا صابون، 3000 تا مایه شستشو. بنابراین بازم گزینه یک گزینه درسته. جیم این قشنگه. هزینه فرصت تولید تو رو خدا حواسا به من. هزینه فرصت تولید 7000 صابون به جای 5000 تا. یعنی از این نقطه، یعنی از 5000 میخوام برسم، ببندین تصویرو، از 5000 میخوام برسم به 7000. خب تو 5000 چه وضعیتی هم اینه، میخوام برسم به 7000، یعنی تو این نقطه وایسم. این روش حرکت منه، میبینید؟ خب اونی که داری میخری، یعنی 2000 تا صابون اضافه رو ولش کن، چی از دست میدی؟ به جای 2000 تا مایه شستشو باید 500 تا داشته باشی. یعنی باید قید منفی 1500 تا مایه شستشو رو بزنی. این میشه هزینه فرصته. دقیقاً گزینه یک همچنان جواب درست. 1500 واحد مایه شستشو که اگه ضرب در قیمت همون 4000ش بکنیم میشه 6 میلیون تومان. 6 میلیون هزینه فرصت داریم. تصمیم عالی، بسیار باحال، بسیار راحت. کسی سوالی نپرسیده؟ بریم آقا یه دونه دیگه هم بزنن بچه ها. این آقای بصیری رو 90 ثانیه وقت دارید برمیگرد. بیاری آقا این دوربین یکی از بچه ها گفته بود. کی بود؟ کاربر. کاربر اسمم نه. اینو یه ذره داره چیز میشه. اینو 13800 ببینید. این از چش ما در رفته متاسفانه. شبیه 12800 بعد 13800 خونده شه. برید حل کنید برمیگردید.
خب بدیم ببینیم چیکار کردن بچه هامون. خب اینا کیان؟ سالانه یه ایراد تایپی بود ولی خب 57% درست. اون یکی ها رو بده بی زحمت. او اینجا سوتی دادیم، دوباره سالانه ها زدن جلو. آقا بریم بریم روی سوال. با عرض عذرخواهی بابت این که از چش ما دور مونده، ولی حالا درستش کردیم. شما هم یه فرصت مجدد داشتید. آقای بصیری مالک یک کارخانه تولید شیر و لبنیات، دو محصول شیر کاکائو. حتی این میتونه به عنوان مرز امکانات تولیدم بررسی بشه، یعنی ما میتونه تست درس 4 هم باشه، ولی این دوتا ماهیتا خیلی با هم فرق نداره. خب اگر قیمت هر پنیر 19000 تومان و هر شیر کاکائو 6000 تومان باشه، اونم تولیداتشه، با فرض فروش تمام محصولات در نقطه آ، میبینید نقطه آ رو؟ یا تصویر رو ببندین چون این رنگه فکر کنم بد میفته. این نقطه آه، اینجاه. تو نقطه آه ما 6000 تا پنیر میفروشیم، 400 تا شیر کاکائو. یعنی برای قسمت الف من باید بیام 6000 تا پنیر رو ضرب در 19000 بکنم، چون پنیر 19000ه، به اضافه 400 تا شیر کاکائو ضرب در 6000 بشه. خب اینو ضرب بخوام بکنم 6 ضرب در 19 6 9 تا 54 تا 5ش میره 1، 6 1 6 تا با اون 5 11 تا، 5 تا 0 هم میاد جلوش. میتونید هم 5 تا 0 رو بزنید اعشار بدید، یعنی 11.4 میلیون. اینور 4 6 تا 24 تا، 5 تا 0 هم میاد جلوش، یعنی شد 2400. این دوتا جمعاً میشه 13800، که همونطور که مشاهده میکنید دو تا گزینه رو میشه باهاش خط زد. عقده ای هم هستم کلش غلط. 600 تا چی؟ 600 تا نه نه چهار کی میگه؟ چیه 600؟ اونجا که نوشته 6000 600. نه نه قیمت بچه ها آه اینو میگن راست میگی، این 600 فهمیدم، اینه راست میگی 600 تا درست شمردم. ولی خب این جواب قسمت الف. ب هزینه فرصت حرکت از این نقطه تعیین جوابا، از نقطه B به نقطه C چیه؟ اینجا نگاه کنید، از B برم به نقطه C این حرکت. خب اونی که کم میشه رو نگاه کن، اونی که زیاد میشه مهم نیست. چی داره کم میشه B به C؟ در واقع 200 تا، یعنی قید 200 تا پنیر رو باید بزنم. برای قسمت B من باید 200 رو ضرب در قیمت پنیر کنم، قید این 200 تا 19000 رو باید بزنید، میشه 3,800,000. بنابراین پاسخ درست گزینه 4ه. اونی که از دست میره مهمه، نه اونی که قراره به دست بیاد. برای اینکه من از نقطه بیایم روی این دوربین، از نقطه B برم به نقطه C چی داره کم میشه؟ 200 تا پنیر کم میشه. این که از 1200 میرسم به 1000، یعنی 400 تا شیر کاکائو زیاد میشه، مهم نیست. 200 400 تا دیگه 1200 تا 1600. به این کاری نشوش. اونی که داره کم میشه پنیره. فقط قید پنیر رو بزنید. پس 200 تا پنیر از دست دادم. دونه 19000 میشه 3,800,000. بسیار عالی. سوال نیست آقا. یعنی که از این فرصت تست 6 و 7 رو میشه. هزینه فرصت تست 6 و 7. هزینه فرصت اینو میگی؟ ببین چی نوشته، گفته هزینه فرصت تولید 7000 صابون به جای 5000. نگاه کن کجا 7000 تا به جای 5، یعنی از 5000 برم به 7000. خب نقطه 5000 اینجاست، نقطه 7000 اینجاست روی منحنی قید بودجه. باید این حرکت بشه از اینجا تا اینجا. چی کم میشه؟ نگاه کن 2000 تا مایه شستشو میشه 500 تا، یعنی 1500 تا مایه کم شده، میشه هزینه فرصت. خب 1500 تا مایه قیمتش هم بوده، البته لازم هم نیستا، چون با همون 1500 هم جواب به دست می اومد دیگه. کتاب ویل کنید دیگه، پیدا میشه، نگران نباشید درستش میکنم، من اینجام، از هیچی نترس. خب آقا بریم، ما یه دو صفحه کتاب مونده، دو صفحه نسبتا آسونش. من باید بگم دیگه کم صبور باشیم، ما دو تا وقفه داشتیم امروز، یکی توضیحاته طرح تادهی و تجمیعش با این طرح سالانه، یکی هم یه قطعی 5-6 دقیقه ای داشتیم. یه 5 دقیقه باشید با من، کار رو جمع میکنیم که مرتب درس 3 تموم شده باشه. هزینه اصل 4، اصل کار رو گفتیم، این دوتا آسون تر. هزینه های در رفته رو فراموش کنید،
یعنی چی هزینه های در رفته رو فراموش کنید؟ هزینه در رفته هزینه ای که پرداخت شده و رفته، مثل پولی که در یک چای عمیق ریختی، دیگه قابل اجتناب نیست، دیگه بر نمیگرده. اونو میگه فراموش کن. هزینه هایی که پرداخت شده شما هم نمیتونید اونو بازگردونید. تو تصمیم گیری منطقی این هزینه ها نباید تاثیر بذاره. مثلا رفتی یه جا کلاس زبان ثبت نام کردی، شهریه رو هم دادی، جلسه اول میری چی بود، جلسه دوم میری به درد نمیخواد. اگه تو این موقعیت میگی من تا آخر ترمو میرم دیگه پول دادم دیگه، خب این اشتباه میکنی، اون پولی که دادی که بر نمیگرده که. حالا چون پول یه کلاس بی کیفیت رو دادی، نباید حد دیگه الان وقتت هم تلف بشه که بعدا سه ماه دیگه هیچی زبان یاد نگرفتی پولت هم رفته. به جای اینکه به هزینه در رفته فکر کنید، به هزینه فرصت فکر کنید. تو این موقعیت شما هزینه فرصت داری. شما میگی من میتونم فلان کلاسم برم، این کلاسه به درد نمیخورد، پولش هم رفت، به یه چام عمیق ریخته شد، هزینه در رفته. به این فکر نمیکنم، چون فکر کردم به این فقط مصیبته. میتونم برم اون کلاس آقای یا خانم الف، اون میگن خوبه، واقعا هم فرض کنید خوبه، 1,000,000 شهریشه. خب اگه برم اونجا باید این 1,000,000 رو بدم، وقتی این 1,000,000 رو بدم دیگه 1,000,000 پول برای کارهای دیگه‌ام کم دارم، این هزینه فرصته. به این فکر کن. یعنی به این فکر کن که با 1,000,000 شهریه میتونی چیا بخری، چون اگه بری 1,000,000 رو از دست میدی. به این میگن به این فکر کن. به اون مثلا 400,000 تومان شهریه‌ای که دادی فکر نکن. رفتی رستوران غذا سفارش دادی، پولش هم پرداخت کردی. این مثلا جاییه که اول پولو میگیرن بعد غذا رو میدن. غذا اومده رو میز، یه لقمه خوردی، یه قاشق خوردی، یه گاز زدی، این چیه بابا اصلا؟ این من فکر کنم بخورم سکته. و خیلی وقتا ما اینجور وقتا میگیم بابا بخور دیگه پول دادی. نباید اینجوری فکر کنی. یعنی چی پول دادی؟ اون پول که رفته، هزینه در رفته است. به این فکر کن که حالا اگه این غذا رو بخوری چی میشه؟ آیا واقعا این غذا سالمه؟ اگه دوست نداری خب چرا باید زجر بکشی؟ به این فکر کن، نه به پولی که دادی. و مثال کتابتون میگه با دوستاتون جمع شدین گفتیم بریم سینما یا بریم تئاتر. خب اینجا انتخاب هزینه فرصت داره، هر کدوم بری اون یکی رو از دست میدی. بلیت تئاتر 10,000 تومان، سینما 8,000. شما رفتی تئاتر، یه روب گذشت این چی بود اصلا اومدیم؟ نه بازیگر درست داره، نه کارگردانی داره، خوابمون گرفت. اگه اینجا گفتی 10 تومن پول بلیت دادیم بمونیم، بابا این غلطه، این نوع نگاه غلطه، این یکی از عوامل موثر بر تصمیم گیری های غلط، اشتباه و غیر منطقی. به جاش باید به این فکر کنی که خب ما الان بلند شیم زودتر بریم، وقتمون تلف نشه. حالا برم سینما یا نه؟ بلیتش 8,000 تومنه. اگر 8,000 تومن از بودجه محدود و کمیاب تو بدی به بلیت سینما، 8,000 تومن پول برای کارهای دیگه کم داری، میشه هزینه فرصت. حل. و نکته پایانی، گفتم تنها هزینه موثر بر تصمیم گیری هزینه هایی که در زمان تصمیم گیری به وجود میان و قابل اجتنابند. بذار اینو بنویسم، برخلاف هزینه در رفته که قابل اجتناب یا قابل برگشت نیست، هزینه فرصت قابل اجتنابه. یعنی اگه حواست باشه میتونی تو تصمیم گیری درست عمل کنی و از این هزینه، اگه هزینه سنگی که بچه‌ها گفته بود مثلا اگه ویلا بسازیم چیزای خوبی از دست میدیم، همین دیگه. شما وقتی اینو داری میتونی بری سراغ اون چیزای بهتر که دیگه هزینه فرصتت کمتر بشه. اینم هم همینه مطلب. خب بحث بعدی، این فکر کنم باز از کار افتاد، یه ورق بزنید لطفا. بسیار عالی. آره این مثال سینما ایناست که حالا میتونید یادداشت کنید، میتونید توی کتاب نگاه کنید. بحث پایانی ما بین هزینه و منافع خود مقایسه کنید. بچه ها در تصمیم گیری های منطقی، تصمیم منطقی، باید تمام هزینه ها با تمام منافع مقایسه بشن. یعنی یه مقایسه این شکلی ارزیابی بشه و منافع گزینه انتخابی باید بیشتر از هزینه ها باشه. خیلی مهم. اینکه دوستامون اونجا میگفتن، اونایی که احتمالاً جدید اومده بودن، چون ما اینو هفته پیش بررسی کردیم، گفتن اگه ویلا بسازه خب چیزای بهتره، همون دیگه غیر منطقیه دیگه، چون چیزی که داره از دست میده با ارزشتر از منافعیه که به دست میاره. خب همیشه مقایسه منافع و هزینه ها بر اساس اطلاعاتی که از اونها داریم انجام میشه. دیدین کتابتون میگه مثلا یه وقتای تصویر ذهنی ما، مثلا یه ماشینی هست واقعاً
خیلی گزینه مطلوبی نیست، ولی تو ذهن من یعنی به مطلوبیت ذهنی داره برام، من خوشم میاد دیگه ازش. خب اینم میتونه تاثیر بذاره، اطلاعاتی که ما داریم هم روی گزینه هامون اثر میذاره، روی مقایسه های ما، اما نباید تاثیر چشمگیر داشته باشه چون اینجا اقتصاده. اینو دقت کنید، نکته مهم، مقایسه منافع و هزینه ها بخشی از تصمیم گیری منطقیه. پس یه بخشش اینه که منافع و هزینه ها رو مقایسه کنید، بخش دیگه در واقع به نوع تصمیم شما یا رویکردتون در تصمیم گیری برمیگرده. اینم مهمه ها. دو نوع گسترده از انواع تصمیم ها داریم، یکی انتخاب بین گزینه ها گفتم، یکی انتخاب چه مقدار از هر گزینه. مثلا فرض کنید، خوب دقت کنید، من الان خیلی سریع قید بودجه رسم میکنم، اینجا ساندویچه، اینجا مثلا پفکه، چیپس و پفک هستن، چیپس و پفک، حله هوله است. بودجه شما محدوده، مثلا فقط چه میدونم 500 هزار تومان، مثلا حالا مبلغ نمی‌نویسم، اینم قید بودجه شماست. شما اگه سر زوره گشنته و باید نهار بخوری و بین این دوتا موندی، واقعا هر دوتا رو هوس کردی، اگه تا بیشتر پولتو بدی به سمت ساندویچ منطقی تره. میبینی؟ اینها یعنی میگه منافع و هزینه، خب هر کدوم از این نقطه ها اوکیه، تمام بودجهتو خرج کردی، بیشترم که نداری، کمم نیومده، هر چی داشتی خرج کردی. اما نوع تصمیم شما مهمه، وقتی خیلی گشنته چه بسا لازمه تمام پولتو بدی به ساندویچ، برو سیر شو، اون مهمتره تا اینکه بیای بین اینا ترکیب ایجاد کنی. یا اینجوری بگیم، وقتی خیلی گشنمه اگه بیشتر پولمو بدم به چیپس و پفک، غلط تصمیمه، غیر منطقیه. درسته قید بودجه رو رعایت کردم، ولی منطقی تو تصمیم من نیست، یعنی ایرادش از اون نوعه، نوع تصمیم گیری ایراد داره. منافع و هزینه ها هیچی، نوع تصمیم من مهمه. پس این بحث مهمی بود، تقریبا میشه گفت بحث پایانی ما. و اما صفحه آخر درس، عوامل مؤثر بر تصمیم گیری های غیر منطقی یا اشتباهات رایج در تصمیم گیری، 5 تا عاملن، علتن اینا. یعنی چی باعث شد گن بزنم؟ اثرگذاری حقه های فروش، یه سری توضیحات کوتاه داره، باید بلد باشین، چیز سختی هم نیست. خیلی وقتا ما فریب تبلیغات رو میخوریم، خیلی وقتا فریب تخفیف ها رو میخوریم، اصلا جنسی که اونقدر ارزش نداره الکی قیمت بالا میدن، بعد میگن 20% 30% تخفیف، مثل کتاب آقای خاکسار. اینجوری فریب نخوریم، اونا حقه است. خیلی وقتا بازارگرمی میکنن، شلوغش میکنن. یه وقتایی توجه به هزینه های در رفته باعث میشه، مثل اون مثال هایی که من زدم، اون کلاس زبانه رو ادامه داد، وقتش هم رفت، برای آزمون آخر ترم زبانش هم مثلا برای آزمون آیلتس هم آماده نشد. چرا؟ چون میگفت پول دادم باید برم. خب اشتباه کردی دیگه، الان ضررهای بیشتری کردی. بی صبری زیاد یا عجله زیاد داریم، خیلی وقتا منافع زودگذر رو به منافع بلند مدت ترجیح میدیم، تن به یه کار پست و با درآمد کم روزانه یا ماهانه میدیم، نمیشینیم ادامه تحصیل بدیم، یه چند سال سختی بکشیم ولی با مدرک بالاتر به کار بهتر برسیم در آینده. اینو بهش میگم بی صبری زیاد، اعتماد به نفس بیش از حد و خود رأی بودن. اینایی که رفتن تو بورس، اگه شما خودتون یا دور و بریاتون هستن، این غلطه دیگه. چیزی مثلا مگه چقدر تو بورس بلد بودی، همه پولت هم ورشی بردی اونجا. اعتماد به نفس زیاد، مشورت نکردن و چسبیدن به وضعیت فعلی یا درجا زدن، همینی که هست کاری نمی کنم و خیلی موهای جذابی هم نشین، خواهش میکنم. یه لحظه بچه ها یه جو گندمی دیدین، خب درست شد. اینو بهش میگن چسبیدن به وضعیت فعلی. آقا راحت باش، بچه های اقتصاد، بچه های انسانی کلن گلن. خب مثل یکی از جلو دوربین رد شد، حواسش نبود. خب بریم آقا، ما درس 3 رو تموم کردیم، میخوام تکلیف بدیم هر دو گروه، بچه های سالانه که روال همه چی، بچه های تاده هم اگه تصمیمتون این بود، نمیدونم چند نفرید ثبت نام کردید یا نه، دقت کردید من امروز درس 3 رو به احترام شما و البته بچه های سالانه یه بار ریویو کردم، از وسطاش هم که دیگه کامل بودید، بنابراین الان میتونید با کلاس همراه بشید، تکالیف رو انجام بدید. جزوه درس 4 رو پنل کاربری بچه های تاملند هست. کسایی که مهمان ما بودید اگه ثبت نام کردید، لطفا نحوه کار با پنل کاربری رو یاد بگیرید.
بیاید اونجا، برید وایسید، جزوه‌تون رو وردارید و تمرین کنید، هم درس قبلی هم درس جدید. تکلیف میگیم برای جلسه بعد، ایشالله که همه دیگه کتاب دستشونه دیگه، کتاب گرفتن. تست زنی درس سوم، همه ها از هر منبع تستی، من اجبار نمی کنم کتاب منو بگیرید، هر منبع تستی دارید بزنید، حالا اگه اونو گرفتید چه بهتر. این یک. دو، مطالعه کامل درس سه به اضافه مرور سریع درس یک و دو. اگه کتاب من دستتون اومد، یه درسنامه درجه یک داره. من میگم اگر کلاس ها مفیدتر نماشه ضعیفتر نیست، حتما نگاه کنید. و سه، پیش مطالعه درس چهار که هفته بعد میریم سراغش. این هفته دوست داشتیم شروع کنیم ولی یه وقفه های اجازه نداد. خیلی خیلی عذر میخوام، یه روبی بیشتر سر کلاس بودید، از من بپذیرید عذرخواهیم و مشکلاتی داشتیم امشب که ایشالا دیگه تکرار نمیشه. خیلی مراقب خودتون باشید، دوستتون دارم. چهارشنبه بعدی پر انرژی برمیگردیم. شبتون بخیر، خدا نگهدار.